هشتم اسفند ماه 2536 در پیشگاه اعلیحضرت همایون شاهنشاه آریامهر و اولیاحضرت شهبانوی ایران 16مین سالگرد اعطای حقوق سیاسی به زنان ایران در مجموعه ورزشی آریامهر برگزار می‌گردد. زنهای کارگر، کشاورز، خانه‌دار، مند و غیر رو در اینجا ذکر کردن اظهار امتنان بنمایند. عده کمی بین شما به خاطر دارم که وضع نه فقط زن بلکه وضع زن و مرد و مملکت ایران قبل از سنه 1299 شمسی چه بود؟ آنهایی که به یاد دارند می دانند که این مملکت به جز اسمی چیزی از آن باقی نمانده بود. مناطق مختلف مملکت در تحت سلطه و استیلای خارجیان متعدد. شاهنشاه سپس با اشاره به موقعیت استثنایی زن ایرانی در تاریخ معاصر و روز 17 دی ماه 2494 روز کشف حجاب به فرمان پهلوی اول چنین یاد می‌کند: در تمام مدت اشغال خودستایی نمی‌کنم. مسلمن یه عده‌ای بودن که دلشون خون بود، یه عده‌ای بودن که شاید به طور انفرادی با خارجی مبارزه می کردن، ولی قطعا من بودم که در مقابل خارجی مقاومت کردم. این ننگ زائل شد. نصف جمعیت مملکت ایران مثل دیگر جمعیت ایران وارد اجتماع شد، مسئولیت ها را قبول کرد. شاید خودش کاری در این راه انجام نداد، ولی شرافتمندانه مسئولیت ها را قبول کرد، برای اینکه تمام زنهایی که ما در کارهای مسئولیت دار میبینیم اون کارشان را با شرافت و نزاکت و انضباط انجام میدهند. البته دشمنهای قسم خورده ایران، اتحاد نامقدس سرخ و سیاه، میل دارد که جمعیت مملکت نصف بشود و نصفی که نه فقط به درد نخورد بلکه انگل اجتماع باشد و مادرانی باشند که در روح و فکر فرزندانشون خاک مرده بپاشند. باز دیدیم که آزادی های بیشتر و روزافزونتری که ما دادیم بیش از پیش باز اون اتحاد نامقدس بین سرخ و سیاه چه در داخل ایران و چه در خارج ایران را روشن کرد. ولی ما به سیاست خودمون ادامه می دهیم، سیاست حد اکثر آزادی را همینطور ادامه می دهیم، برای اینکه ارکان این مملکت بر اساس انقلاب شاه و ملت و رستاخیز ایران طوری قوی است که این مظاهر واپسین جان کندن این اتحاد نامقدس نمی تواند به آن خللی وارد بیاورد. ایران ان شاء الله با پایداری فرد اهالی آن به سوی تمدن بزرگ پیش خواهد رفت